درود خدمت علاقمندان ورزش و وقای خودم در چنل سود امیدوارم که در هر کجا دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید به رو از بکنم که شب گذشته رقابت های هفته سوم لیگ برتر تموم شد در زمانی که لیگ برتر هفته سومش تمام شد لیست انتخابی آقای قل اومد بیرون برای فیفا دهی که مسابقات تیم ملی است میدونید که رقابت مختلف ملی در قاره های مختلف در پنج قاره دنیا یکی دو هفته درگیر میکنه باش... تیمای ملی رو به طبع همین رقابت های باشگاهی یکی دو هفته به عنوان با عنوان فیفاده یا نشنال بریک اه... تعطیل خواهد بود تیم های باشگاهی میرن به سراغ استراحت و تمرینات خودشون نه تیم های ملی بازی های ملی رو باش درگیر میشن به تیم ملی که نگاه میکردم از درون دروازه اون تهدید آقای خدمتتون از بکنم زنوزی کارگر شد و نشون داد این فدراسیون که انقدر داره ادعا میکنه یه پخ بکنید فرار میکنه یعنی حکم آقای بیران من فکر کنم سال آینده نه دو سال دیگه قطعا صادر خواهد شد و تا اون موقع تراکتور همه بازیاش آقای بیران من درش کرده و واقعا فدراسیون بی ارزه و بی در و پیکریه روی یه دونه حکم خودش نتونه اصلا حکمی هم که صادر نکردن اما همون زمانم هم که از پستوهای فدراسیون فوتبال صدای حکم محرومیت بیران من در اومده بود های زنوزی گفتش که آقا این کارو بکنیم من چاک دهنم اون میکشم و خلاصه مسئولیت مسئولت به خودتونه یعنی از بالا تا پایین فدراسیون رو میشوره و میذاره کنار با فدراسیون هم که همهشون تا کمر توی لجنزارن دیگه ارسیدن آی بیرانمن من هستش و نیاز من. اسم دیگه که برای من جالب بود سید حسین و حسینیه این بازیکن این دروازبان دعوت نمی شد آی قلونی دعوتش نمی که چندین اردو و گفتن مسائل غیر فوتبالی داره هزار ماجرای دیگه و رفت هفته با عادل فردوسی نسخه خوبی هم واسش پیچیده بودن یکی برداشت به خودش به عادل فردوسی پور دیدن آقا ایادت آقای تاج و چه ایادتی هم شد. من ایادتون باشم و ویدیو رو گذاشتم گفتم آقای سید حسین حسینی بی خود ایادت کسی نمیرد در نهایت بازیکنی هم نبوده کاپیتان تیم ملی نبوده وزنه نبوده که رفته اونجا که آقای تاج خلاصه کاراش راستوریست بکنه و در نهایت هم خب دست در نکنه اومدی و در نهایت تیم ملی هم دعوت شدی جالب لیست تیم ملی جالبی دارید اما برخی از بازیکنان اسخای میخوان برخی از بازیکنان مثل رامین رضاییان از امیر قلعه رو دست بدی خوردن رامین رضاییان اردوی قبلی هم دعوت نشده بود یه خود سر و صدا کرد و بعد باش مصاحبه کردن گفتش که نمیدونم قصه چیه فوتبالی نیست و من آماده ترین بازیکن لیگ بودم و خلاصه یه جورای پرپای آقای قلعه پیچید بعد اومدن گفتن که آقای قلنویی و اطرافیانش بهش گفتن که از سپاهان برو و اگه بری استقلال خب یه جوری حضور در تیم ملی تضمین شده است و ایشون هم با همون اتفاقاتی که شما بهتر از من میدونی به استقلال است خودش یاقی گذاشت که اصلا از خواهی به خاطر گرفتگی صدا در این حد و اندازه ها نیست و فقط فیگور میگیره در نهایت رو دست بدی خورد دعوت نشد در تیم ملی و نمیدونم اگه میرفت ایادت آقای تاج شاید دعوت میشد فکر میکرد که اومده استقلال آقای قلعنوی هم یه علاقمندی به استقلال داره و حالا شاید اون صحبتهایی که با هم در گوشی کرده بودن اثر گذاشته باشه به تیم ملی دعوت میشه که دعوت نشد و آچمس شد یه جورایی به نظر من از پشت بهش خنجر زدن و رو دست خود یکی میره ایادت سفارش میشه تیم ملی دعوت میشه یکی با خود سرمربی میبنده ولی بعدا یه جورایی تو همون بازیایی که حالا بهتر شما بهتر از من میدونید درگیر میشه و دعوت نمیشه یه اون مثلا میبینید از سپاهان 6 تا بازیکن داره در انتخاب لیست تیم ملی در هر کشوری سلیقه هر سرمربی و, و قابل احترام هم هست اما موقع که سرمربی ایرانی و امیر قلعه نویی میاد وسط قصهش فرق میکنه شیش دو از بازیکن از سپاهان دعوت میشه علیرضا جهانبخش دعوت میشه که باشگاهی نداره سامان قدوس باشگاهی نداره در اینی که این دو بازیکن بازیکنان بزرگی هستن و خیلی به کار تیم ملی میان شکی نیست اما آی جهانبخش از پایان لیگ هلند در انتهای ماه می اردی بهش و او... او... اواخر اردی بهش و همچنین سامان قدوس در برنتفورد تا <applause> الان نه باشگاهی دارن نه فوتبال بازی کردن چطور میشه این دوتا بازیکن کن بعد دعوت شد بعد نکته جالب اینه که آقای قلعنوی یه تیمی رو همراه میکنه با خودش میره بدونه که مدیر برنامه های این دوتا بازیکن به خصوص از بخش بدونن میرم باهاش صحبت میکنم یه مدیر برنامه رو میفرسته به هلند که آقا برو علی جوانبخش یه کاری بکن خوشو بزن که مثلا تو یکی از باشگاه‌های نزدیک حالا در ترکیه در حوزه خلیج فارس که نزدیک خودمون باشه بتونیم در تیم ملی هم داشته باشیم و هماهنگ باشیم اما به یک آقای امیر هاشمی مقدم مدیر برنامه با سابقه علی جوانبخش قضیه میفهمه و تهدید میکنه و شکا... میگه من شکایت میکنم اگه اتفاق بخواد بیفته و زمانی که من دیگه داره آبروریزی میشه و حیثیتی میشه از یه رو کامل فراموش کرده آقا تیم ملی ایران مگه شوخیه آقای قلعه خود خودش رو بارها به آقای کیروش ایراد میگرفتی که فلان بازی کنه که در تیم ملی هست انتخاب شده یه دونه هم تو یه بازی هم تو باشگاه های اولا اروپایی هر کجا هست بازی نکرده چطور حق بازیکنهای دیگر رو میدید به این بازیکن اما الان خودت داره همون کارا رو انجام میدی حداقل آقای کیروش می اومد اگه قول دارن بود می اومد یه جوابی می داد که آقا می جواب داده باشه شما همون شجاعت و همون پشن رو هم ندارید که بخواید این کارا رو انجام بدید الان دعوت از این دوتا بازیکن قصه چیه؟ دعوت از سید حسین و حسینی چیه؟ من نمیدونم اگه شما از نظر فنی ایشون رو قبول نداشتی اگه فوتبالی بوده که هیچ خب الان هم نباید دعوتش میکردی اگه غیر فوتبالی بوده که خب اون ایادت حتما تاثیر داشته دیگه یعنی مطمئنا امکان نداره که اون ایادت رو اگر نمیرفت بهشون دعوت نمیشد ایادت پروپیمونی واسش بوده اونم که با عادل فردوسی که میتونه پیش آقای تاجم زمانت این بان رو بکنه در نهایت آقا تیم ملی وچهل مصالحه کسافتکاری شما نیست بازیکن باشگاه نداره دعوت میشه بازیکن میگن آقا برو فلانجا ما دعوت میکنیم بازیکن میگن برو مثلا یه دستپوسی فلانی ما دعوت میکنیم آقا تیم ملی نتیجه میخواد تیم ملی ایران نماد یه مملکته شما با آبروی مردم انقدر بازی نکنید. من متاسفم واسه این سیستم که تو فوتبال ایران بر سر کاره و هیچ کارش هم نمیشه که فدراسیون فوتبالی که یه, مد... یه م... مالک باشگاه داد میزنه پخ میکنه فرار میکنن تا قوانین سرترکی که همون قوانین رو رعایت این وی ای آری که اصلا این اصلا دیگه جوک ساله دیگه دم احمدتون گم شب و روزتون خوش سود آفیشیال فراموش نکنید رفقا ارادتمند همتونم شب و روزتون خوش خدایا